حمله های پی هم بر مکان های مقدس به ویژه بر مسجد های شیعیان در کشور از سوی داعش زنگ خطر جدی را به بار آورده است. حمله هایی که در چند ماه اخیر گلیم سوگواری را در خانه های بسیاری پهن کردند. آیا حکومت برای مهار این حمله ها برنامه جدی داشته است؟ در این برنامه به چگونگی کشته و زخمی شدن شمار زیادی از نمازگزاران مسجد امام زمان در خیرخانه و پایان غم‌انگیز زندگی زنان، مردان و کودکانی پرداخته ایم که از سوی دو مهاجم گروه داعش به روز جمعه در این مسجد تیرباران شدند و یا با چاقو از پا در آمدند. نبی پدر و مادری را در این حمله از دست داده است که هنوز خونشان از فرش های این مسجد پاک نشده است. پدری که مؤسس مسجد امام زمان بود و مادر پیری که در بیشتر مراسم مذهبی و نمازهای جماعت در این مسجد شرکت می کرد. او نتوانست با دستان خالی مادر، پدر و دیگر گیرماندگان در این مسجد را نجات دهد. نبی اشک ریزان می گوید که داعشیان و دیگر مهاجمان نمی توانند میان مردمان این سرزمین اختلاف ایجاد کنند. به هیچ وجه دشمنای دین اسلام است، دشمنای مذهب است، دشمن قرآن است. نگاه که قرآن کلش آتش گرفته، این کتاب آسمانی است، نه از مست، نه از سو، نه کسی را پیدا کرده، این کلام خداست. و هیچ وقت دشمن نمیتونه که بین شیعه سنی نفاق پرته. ما دین رو در محل حادثه بدیم، از بچه های شیعه که در سنی تب تلاش کرد که ما داخل شویم، جان فدا میکنیم مگم کس موفق نشد و کس به ما اجازه نداد که داخل شویم. ارگان پلیس سر چار رئیس میگه به ما اجازه فیر نیست، آقا تو هم پیش نرو که کشته میشی، بوده اونجا از این راه که بهتر نیست. ما پدر جگرگوشه خودت ازداده، مادر خودت ازداده، دو تا گلبته ای که در خانه داشته مردوش امروز در اونجا زیر خاک کردم. با اون مهراب مسجد ما شهیدیش برداشتم، مادرم در بالا سر و سجده تذبیه داده سن. ما شهیدیش پار کردم. ساعت 1:30 بعد از ظهر روز جمعه گواهان رویداد میگویند یک موتر نو هایلکس با شیشه های سیاه خلاف جهت حرکت موترها از چهار راه قلعه نجارها خودش را به نزدیک درب ورودی مسجد می رساند. دو مردی که لباسهای نظامی برتن داشتند و کسی نمی دانست که این مردان مهاجمان انتحاری داعشند. آنان با سرعت بسیاری یک سرباز و یک نگهبان این مسجد را در کمتر از یک دقیقه از پا در می آورند، زیرا آنان مطالعه دقیقی از میزان جدیت محافظان این مسجد داشتند و آنان را بر راحتی غافلگیر کردند. میگرده رای دخول، رای خروج، همه از این قانونشان است، این اصولشان است. میگرده و بعد از او تصمیم میگیره، پلان میکنه و امو اشخاص که کاملا نمیشه بلدیت پیدا کرده، کاملا راه را دیده، اونا در اینجا داخل میشه. ولی یک چیزی که من بسیار تعجب کردم این بود که اینا پا بردن سر چیز حمله کردن، سر پلیس هایی که در اوجا چیمی کردن. به ما اینکه معلوم شد که اصلا ما وظیفه خدا نفهمیدیم. جایی که پیره باشه، جایی که گزمه باشه، وظیفه خدا نفهمیدیم و فکر نمیکنیم که دشمن در این جالمه هست. از امی خاطر بین خود گپ میزنن، بین کسایی که در اینجاست که نبرگاب میدن، غافل از وظیفه میشن و اونا به آسانی ناراض بین میبره. خطبه نماز جمعه به پایان رسیده بود و همه برای ادای نماز به پا ایستادند. مهاجمان با نزدیک شدن به در ساختمان مسجد گلوله باری را آغاز می کنند و چند تن را در این بخش و داخل مسجد از پا در می آورند. دروازه دیگری که در نزدیکی محراب مسجد قرار دارد برای شمار زیادی از مردان فرصت فرار را می دهد. اما مردان کهنسال و زنان و کودکان از جمله کسانی هستند که بیشترین تلفات را در این حمله می بینند. عموما یکی از هدفهایی که داعش داره، البته این داعشی که ما داریم، داعش ساختگی است، اما با پیروی از داعش سوریه که علیه تشیع عمل می کنه، مردم بیگناه افغانستان که اینا در کنار هم زندگی برادرانه دارن، اینها را
به شهادت میرسانند. هرچند هر کسی که علیه داعش قرار داشته باشه او در شماری دشمن حساب میشه، اما بیشترین مش داعش مبارزه بر ضد تشیع است. گلوله باری ادامه مییابد. یکی از مردان مهاجم به بخش زنانه یعنی منزل دوم این مسجد میرود. اینجا چندین بانو در یک قدمی مرگ قرار میگیرند. افرادی که در اینجا حمله کرده بودند میخواستند که مهماتشان تا دیر وقت باقی بمانه و مصرف نکنند و زنها و کودکانی که در این بخش بودند اینا با چاقو کشته و زخمی ساختند و پسانتر در گوشه دیگری از مسجد که در بخش زنانه است در اونجا نخستین انفجاری صورت گرفته که بیشتر گفته میشه ناشی از پرتاب نارنجک بوده و زخمی های زیادی هم بر جا گذاشته. و از اون پس ایده هم هستن که میگن که اینها با خونسردی کامل تا از راهزینه ها پایین میرفتن تا افراد و اشخاصی که در زنده مانده بودن شناسایی بکنن و به گلوله ببندن. سیاسارا همگی جمع میشن، یک تعداد سیاسارا به حالت گریز بوده که اونجا میزنیشه، دیگه سیاسارا جمع میشه در این سمت. در این سمت بازی دو نفر هم اینجا میگشت، دیده که یه نفر نمانده، بازی یک کسی میره بالا، یک کسی مقابل نیروی امنیتی اینجا مقاومت میکنه، یک کسی بالا میره. بالا که میره اونم اونجا سر صدا دیگه سیاسارا را کسی که چاقو میزنه، کسی را که مرمی میزنه. پیش از رسیدن نیروهای امنیتی پرتاب نارنجک از سوی مهاجمان و گلوله باری کشته ها و زخمیان زیادی بر جا میگذارد. اثرهای برجا مانده از انفجار نارنجک در بخش زنانه مسجد دیده می شوند. جوانان و باشندگان محل تلاش زیادی کردند تا برای نجات نمازگزاران گیر مانده به مسجد بشتابند، اما گلوله باری مهاجمان و دست خالی آنان این کار را دشوارتر می سازد. نیروهای ویژه حدود نیم ساعت پس از آغاز حمله به محل می رسند. موین ارشد امنیتی نیز در محل حضور دارد، حالی که مهاجمان در داخل مسجد گلوله های اندکی برایشان باقی مانده بود. هنوز هم آنان با خونسردی کامل با چاقو جانهای بیشتری را می گرفتند. هر دوی آنان با کلاشینکوف، نارنجک و واسکت های انتحاری مجهز بودند. زمان از دست می رفت، اما پس از نزدیک به یک ساعت از آغاز عملیات چند تن از نیروهای ویژه پلیس توانستند داخل مسجد شوند که با نخستین انفجار بزرگ انتحاری از سوی یکی از مهاجمان روبرو می شوند. یکی از این نیروها در این حمله جان می دهد و سه تن دیگرشان زخم بر می دارند. زمان صورت گرفت که نیروهای امنیتی به داخل حولی مسجد داخل شده بودند و این مهاجم شناسایی کرده بودند. وقتی که زمانی که بالایش تیراندازی شروع میکنه در اینجا این فرد مهاجم مواد انفجاری همراهش منفجر میسازد که هنوز هم تکه های زیادی از بقای بدنش در دیوارها معلوم میشه. ساجمه هایی که به دیوارها خورده و تخریباتی که در اینجا کرده بیشتر از دیگر بخش های مسجد است. این انفجار نیروهای امنیتی را به عقب نشینی وادار می کند و مهاجم دیگر هنوز هم در گوشه و کنار مسجد فرصت می یابد تا دنبال افرادی بگردد که خودشان را در بخشهایی از داخل مسجد پنهان کرده بودند. ما سخت گلمان به این هستیم که مسجد امام زمان در قلب کابل در نزدیکی بسیار نزدیکی حوزه 11 امنیتی است و چون مردم ما مسلح نبودند، سلاح نداشتند، دیگه ناموسشان، فامیلشان داخل مسجد گیر مانده بودن، یک تا جوان ها در بیرون بودن، داد و ویلا میکردن که صلاحتان را بتین که ما داخل شویم. پلیس ها نه اینا را سلام میدادن، نه خودشان داخل میشدن. 4 ساعت بسیار وقت است. یک دولتی که در 4 ساعت وقت بانه خود مرمی این تاری خلاص شد، این تاری کار خود کرد، بعد از او که از پای در بیاری کل مردم قتل عام کرد، کل ناموس مردم کشت و زن و بچه مردم حلال کرد، بس فایده شی است. تطبیق تا چی وقت کدامش تطبیق کنیم؟ تطبیق کاش که ما در ما باشه، سال در سال باشه. این هر روز اینمی حادثه ها رخ میده، هر روز مردم قتل عام میشه، هر روز مردم به خون کشانده میشه. یک ما یاد داریم تطبیق میکنیم، بس خلاص. نیروی امنیتی ما را سلا در شانهش داده، میگه که ما نیروی امنیتی است، اما با او که اجازه فایر نداره او سلا را چی کنه به برادر ما؟ او خودش با دشمن میزنه از بین میبره، اما او سلاح دشانش اخ اجازه را نداره که فایر کنه. جوان بود که نواسه شام کدش بود،
مختار نتوانسته چهره مهاجمان را ببیند، اما حرفای زیادی از صحبت‌های آنان در تلفن دارد. مختار شاید از خوشبخت‌ترین افرادی باشد که در زیر این زینه خودش را پنهان کرده بود، زیرا مهاجمان دو مرد دیگر را با کودکانشان در اینجا و گلوله بستند، اما مختار را ندیدند. پشت زیاد چهرهشان را ندیدند دیگه، پشت سر که بود که بالا میشد پایین میشد دیگه از پشت معلوم میشد، پشت صحیح معلوم میشد که اون طرف میرفت. زیاد اینجا بسیار دلجم میرفت، زنگ آمد که گفت بیای دلجم، بیای چیز نیست، ما خواهد اینجا زنده نمیبراییم چیز کنه. فکر یک بجه که در آمد، این چهار نیم بجه بود، چند بجه بود که در تلفن زنگ می آمد. در تلفنش که زنگ می آمد بسیار دلجم اونجا گپ می زد، آیسا آیسا می آمد، پایین می شد، بالا می شد، هیچ تو ورخطا و چیز نبود. و 100% تا که دست نداشته باشه امنیت یا نظام که دست نداشته باشه تو دلجم نیست. سه انفجار، یک انفجار روجه که دیگه انفجار ایجا شد، انفجار سیمون اونجا شد. وازنده انفجار چهارم ما خودم نبودم، انفجار چهارم ما را کشیده بودن، انفجار چهارم که بود اونو قسمت شد. در حالی که تنها یک مهاجم در داخل مسجد باقی مانده بود، وقت بسیاری ضایع می شود و نیروهای امنیتی نمی توانند به داخل مسجد برسند تا از کشتار بیشتر غیر نظامیان از سوی مهاجم باقی مانده جلوگیری کنند. نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی در کار مهار این حمله از انتقادهایی هستند که به گفته رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان بی‌پروایی به آن می‌تواند میزان تلفات را در چنین حمله ها افزایش دهد. طوری که دیده شده اکثرا تدابیر امنیتی به شکل درست تنظیم و تدبیر گرفته نشده، بنابراین مورد ارزیابی مجدد نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد. و موضوع دومی که خیلی مهم است و باور ما مسئله سرعت عمل نیروهای امنیتی است که باید در همچه حوادث سرعت بسیار جدی و زودرس داشته باشند تا بتونن از تلفات بیشتر جلوگیری بکنن. و عملکرد مسلکی و وسایل تجهیزات است. تا هنوز متاسفانه اکثرا تا زمانی که حملات انتحاری یا انفجاری در همچه اماکن صورت گرفته با وقت و زمانش نیروها نرسیده. این نمایندگان مجلس تکرار حمله های خونبار بر مسجد های شیعیان و اماکن مقدس دیگر را در کشور ناشی از بیپروایی ها به حمله های گذشته می دانند. حمله هایی که در ماه های اخیر جان نمازگزاران بسیاری را در هرات و کابل گرفته و مسئولیت چنین حمله ها بیشتر از سوی داعش پذیرفته شدند. افغانستان نمی تانه این را تحمل کنه. دولت اگر نمیتونه بسیار با جرأت و با شهامت اعلان کنه که ما توانایی نداریم، در صورت تایی که خود مردم بفهمه و بدانه که دولت توانایی از این را نداره و بعد تصمیم بگیرن که چی کار کنن. اگر دولت مکلفیتشان و مکلفیت قانونیش است که این جلوی هم حوادث بگیره. وزارت امور داخله بر بررسی ها درباره این رویداد تاکید می‌ورزد. اصولا باید ما کمی و کوتاهی ما را بپذیریم، احترام نیست که همه چیز فوق العاده باید باشه، اما اراده بسیار جدی برای مهار کردن همچون حملات و برای رسیدگی به موقع و همچنان برای دفع حملات وجود داره. شما میفهمین که قربانی اول نیروهای امنیتی افغانستان است، اما خب اگر این بررسی های ما یا موضوعی که در وزارت داخله روش صحبت شود شان بده که کوتاهی وجود داشته باشه، طبعا که به اون رسیدگی جدی میشه. محل سکونت ملا امام مسجد پناهگاهی می شود برای 83 تن از گیر ماندگان در این مسجد، اما اگر مهاجم انتحاری از موجودیت آنان در آنجا خبری می داشت، به یقین تلفات این حمله به مراتب بیشتر می شد. مردم به نیروهای امنیتی در این عملیات مشوره دادند تا دیوار را از بخش بیرونی مسجد سوراخ بکنند و 83 گیرمانده دیگر را از خانه ملا امام این مسجد بیرون سازند که با این کار تعداد زیادی نجات داده شدند. ندیدن مستقیم کوچه را سعی کرد اجازه داد که گفتی چه خیلی چیز نه گفتم اینه کلکین بازینه می غوره کلان که بازینه دین صدا کردیم که هر کسی که اینجا است نیروی امنیتی سیجه.
سرانجام پس از هدف قرار گرفتن مهاجم دوم توسط نیروهای امنیتی، مهاجم در حالت افتاده مواد انفجاری همراهش را در اینجا منفجر می سازد. یکی از مردان مهاجمی که بالای مسجد امام زمان در خیرخانه حمله کرده، مواد انفجاریش درست در این نقطه منفجر ساخته. به خاطر که زمانی که با نیروهای امنیتی درگیر میشه و هدف گلوله قرار میگیره، در اینجا میافته و مواد انفجاریش منفجر میسازه. در این حمله بخشای زیادی از مسجد تخریب شده، به شمول تعداد زیادی از قرآن شریف های زیادی که در اینجا هستن، همیشون آتش گرفتن و تعداد زیادی از اموال مسجد سوخته شدن که سیاهی های اطراف مسجد بیشتر ناشی از حمله است که در این بخش صورت گرفته. این حادثه المناک و حوادث دیگری که در هرات، در مرزا اولنگ، در حادثه 400 بستر یا خلوردی 209 شاهین، در جاهای دیگر که رخ داد، هیچ توجیه شرعی و اسلامی و هیچ دلیل منطقی و قرآنی نداره، بلکه یک خشونت است، یک جنایت است، خصوصا اون هم در مسجد. تخته هایی که برای تدریس علوم دینی از آن کار گرفته می شد، اکنون پیام های غمگین کننده ای از سوی خانواده های قربانیان مسجد امام زمان را در خود جا دادند. هنوز بوی دود و بارود از در و دیوار این مسجد نرفته است. ریشه یابی چنین فعالیت های هراس افکنانه شاید بتواند بر زخم های این مردمان مرهمی بگذارد، تا اندکی داغ عزیزانشان را از دل هایشان پاک کند. دولت افغانستان باید در دو زمینه بر مردم افغانستان برنامه هایی را از خود نشان میداد تا مردم افغانستان اطمینان حاصل میکرد که مردم بی پناه نیست، زیر چتر دولت میتونه از یک امنیت و از تأمین حق به یک نحوه برخوردار باشه. این دو بود، یک در بود نظامی امنیتی و یکم در بود عدلی قضایی باید مورد توجه دولت باشه. دفتر یونما در افغانستان گفته است که در سال جاری در کشور مسئولیت 6 حمله بر شیعیان در مسجدها را گروه داعش پذیرفته است که 4 حمله آن در هرات و 2 حمله آن مانند حمله بر مسجد الزهرا و مسجد امام زمان در کابل صورت گرفتند. سال گذشته نیز داعش مسئولیت 2 حمله مرگبار دیگر بر زیارت کارته سخی و مسجد باقرالعلوم را به دوش گرفتند. ما یک طرح را به شورای امنیت ملی ارائه کردیم، البته هم به اساس پیشنهاد علمای اهل تشیع. آنها در نظر داشتند که حداقل 400 مسجد اهل تشیع باید امنیتش از طریق مردمی صورت بگیره، که دو نگهبان که معاشش از طرف اهالی و اسلحه از طرف دولت برشان داده شده. و این طرح را ما به شورای امنیت دادیم و منتظر هستیم که پاسخ شورای امنیت چی است و چی تصمیم میگیرن. در شرایطی که بیشتر توجه دولت بر سرنگونی داعش در بخشای شرقی کشور متمرکز شده است، راه اندازی فعالیت های اینچنینی از سوی گروه داعش در مرکز و ولایت ها زنگ خطر جدی را به بار آورده است که نهادهای کشفی و استخباراتی کشور باید برای شناسایی چنین برنامه ها تلاش بیشتری به خرج دهند، تا از قربانی شدن بیشتر مردم در مکانهای مقدس و مراسم مذهبی جلوگیری شود. اصلی عمل نشدی حقا دادی چی چوک در عوصه ترجمه تا پوری چوک دیده باعث کیگی چی دیده پیسلا امنیت تر حق زیاد پوری چی دیده پر نخه کرده ده خوندی که پا افغانستان که تر چو پوریش ده افغانستان استخباراتی در روطه خلاص لاس ورنکلسی او صلاحیت دی ورده کلسی چې دی بیرونی جاسوسی او مالو په ضد باندې دی عمل وکي او هغه لوڅو بربند کې د افغانستان خلکو ته تر هغه وخته پر دې موافقت نشي لرلای. د بلې خوا به استخباراتي ادارو کې باید ظرفیتونه ایجاد شي، هغه باید کاملا مکتبی شي، هغه باید تقسیم دی باندې وځي تر څو موږ دغه سیغمزو مخه ونیسو. هرچند در روز نخستین حمله رقم دقیقی از شمار جان باختگان و زخمیان این رویداد وجود نداشت، اما منابع بسیاری در این مسجد تاکید می‌ورزند که این حمله دست کم جان 33 تن را گرفته و
بیشتر از 80 تن دیگر زخم برداشتند. از این میان 23 قبری که در داخل محوطه این مسجد درست شدند، تنها 5 تای آن مربوط به قربانیان مرد و دیگر هم از زنان و کودکانند. مخالفین مسلح دولت هم دست از ادامه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بردارد در افغانستان و بیشتر از این مردم ملکی افغانستان مورد هدف قرار ندهد، چرا که یا یک روز هم در مقابل عدالت و مردم افغانستان پاسخگو هستند و در این زمان دولت افغانستان میتونه هم از میکانیزم های بین المللی، از دادگاه بین المللی جزایی هم درخواست کمک بکنه به خاطر پیگیری جنایات جنگی که در افغانستان اتفاق افتاده. خوشی های کودکانش جایشان را به درد و رنج جانکاهی دادند. مرتضای 12 ساله نیز باید از این پس سردی و گرمی روزگار را به دور از آغوش پدر و مادرش تجربه کند. مهاجمان هر دوی آنان را از مرتضا گرفتند. واکنون تنها اشک و اندوه همسفر زندگیش شده است. بغض گلویش را می فشارد، اما می خواهد در برابر همه این خانواده های قربانیان به مسئولان در کشور سخنی داشته باشد. هرچی که گفتم خیلی سلا رو باره بیده که خود ما بریم، نه نوی رفتن. از سادی یک وجه پیش در روزه استاد بده تا سادی پنج وجه را. هر دفعه که شهید بشد مردا خون و خون پر بشد، می گفت نفرهای خودی باست دایش زده رایسته. اینجا برادلی براد که در آمد یک نفر دیگر در آمد قدید در نفر خودش. اونجا دایش گرفت و دیگر گردن زده رایسته. این پولیس های سعی داره که چرا قمی گردن میزن. هرچی میگیم که اون دیخو میگه نه و دیگر کس هست که چرا قمی سه. آگاهان نظامی به این باورند که بدون سرنخیابی و تلاش برای شناسایی عاملان اصلی این رویدادها نمیتوان به دستاوردی رسید، زیرا داعشیان با برنامه ریزی دقیق توانستند بیشتر حمله هایشان را در افغانستان سازماندهی کنند و از این میان سرنخ اندکی به دست نهادهای امنیتی افتاده است. قوتهای امنیتی ما، خاصاً قوتهای امنیتی ما، اگر در بین خود دشمن نفوذ نداشته باشه و از پلانهای و حرکات دشمن و خبر نباشه، در اون صورت با آسانی میتونه دشمن ما شما را از بین ببره. و اگر در اونجا کار میشه به دقت و از تمام پلانهای دشمن با خبر شده، میتونه تا امنیت خود تامین کرده بتانیم، این باز نتیجه بسیار خوبه میده. اما چیزی که امروز ما در شهر کابل میبینیم، متاسفانه چیزی که در شهر کابل میبینیم، اول خو یک چند وقتی که حملات نباشه، کدام ترور یا چیز صورت نگیره، این تو فکر میکنیم که دشمن دیگه نیست، غافل میشه. و در این وقت است که دشمن کاری خود میکنه. اکنون که این گروه در تلاش گسترش فعالیت های حراس افغانانه ایشان در افغانستانند، دیده شود که رهبری نهادهای امنیتی برای سرکوب داعشیان و خونساسازی فعالیت‌های آنان در گوشه و کنار کشور چه برنامه‌ای خواهد داشت؟